باورتون میشه ایده ساخت خانه اپرا توی استرالیا از پوست کندن پرتقال اومده باشه؟ سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم عالی باشید. یکی از معروف ترین سازه هایی که توی کشور استرالیا شهر سیدنی وجود داره خانه اپرا هستش و اینکه کلی دانستنی حقایق و عجایب باحال در مورد این سازه وجود داره. توی این ویدیو 10 تاشون رو بررسی می‌کنیم، امیدوارم میتونید تا آخر تماشا بکنید و اینکه ازش لذت ببرید. اگر دوست دارید کلی دانستنی دیگه بگیرید، این پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو کوچولو بزرگتر و البته با عشق‌تر بکنید، سفر بکنیم به استرالیا و دانستنی‌ها و حقایق جالب خانه اپرا. اولین دانستنی خیلی خیلی جالب در مورد خانه اپرا ایده ساختش هستش. میگن توی سال 1956 یک مسابقه بین‌المللی برگزار شد برای اینکه یک طرحی انتخاب بشه برای ساخت چنین ساختمونی. 233 تا طرح فرستاده شد و طرح یک معمار دانمارکی تایید شد و شد همین چیزی که الان دارید میبینید. نکته جالب ترش اینه که میگن 5000 پوند هم جایزه گرفت برای این طرحی که داده بود. دومین نکته خیلی خیلی جالب در مورد خانه اپرا توی استرالیا یک تخمینی بوده که زدن، گفتن نهایتا مثلا 4 سال زمان میبره تا این سازه ساخته بشه، ولی خب میگن به 14 سال کشیده این عدد. در حدود 10000 نفر هم در کنار هم کار کردن تا این سازه ساخته بشه. البته اینم اضافه بکنم که سال ساخت از سال 1959 شروع شده. سومین نکته خیلی خیلی جالب کاشی های سقف اپرا هستش. میگن بیش از 1,000,000 کاشی استفاده شده برای سقف خانه اپرا توی سیدنی و اینکه تمامی این کاشی ها میگن قیمت خیلی خیلی فضایی دارن و تولید کشور سوئد هستن. چهارمین نکته خیلی خیلی باحال در مورد این سازه بزرگی و عظمتش هستش. باورتون میشه 5783 نفر ظرفیت داره، عدد خیلی خیلی بزرگه. در کنار این میگن اگر مثلا یک حالت مقایسه یا تخمینی بخوایم بگیم از مساحتش، یک مدل خاصی وجود داره از هواپیمای ایرباس، هواپیمای R380S. میگن اگر 7 تا از اینها رو در کنار هم بذارید توی اون مساحت جا میشه، عدد خیلی خیلی بزرگیه. پنجمین دانستنی خیلی خیلی عجیب و باحال، همونطور که گفتم یک فضای خیلی خیلی بزرگی داره این ساختمون. در کنار اون میگن وقتی یک تیم موسیقی قطعه رو اجرا میکنه، مقدار رطوبت و دمای هوا خیلی خیلی اهمیت داره. میگن دمای هوا باید 22 درجه و نیم باشه. بعد تصور بکنید چه سیستم عجیب غریب و پیچیده‌ای پشت این ساختمون وجود داره که توی اون فضای بزرگ مقدار رطوبت و دما رو میتونه اینقدر دقیق و متعادل نگه داره. نکته ششم، نکته بسیار بسیار باحال، یه حالت آماری داره. میگن سالانه 11,000,000 نفر بازدید میکنن از این ساز، عدد خیلی خیلی بزرگیه. در کنار اون اینا هم اضافه بکنم که توی یونسکو هم ثبت تاریخی شده و خب این محبوبیت رو شاید مقداری بیشتر هم میکنه. هفتمین شگفتی خیلی خیلی جالب در مورد این سازه سیستم سرمایشی و گرمایشی هست که وجود داره داخلش. باورتون میشه کلن از برقی که حالت جدا داشته باشه استفاده نمیکنن و تمامی برقی که تولید میشه از آب دریا تولید میشه. میگن یک سیستم وجود داره در حدود 35 کیلومتر لوله وجود داره و آب دریا از داخل اون مسیر 35 کیلومتری رد میشه و خب یک مقداری برق و انرژی که نیاز دارن تولید میشه و توی تمامی طول سال سیستم گرمایشی و سرمایشی این سازه به این بزرگی با همون سیستم 35 کیلومتری کار میکنه. هشتمین دانستنی خیلی خیلی باحال باز به یک تخمین اشتباه برمیگرده در مورد این سازه. میگن تخمین زده بودن که کلن 7,000,000 دلار پول نیازه تا این سازه ساخته بشه و کامل بشه، ولی خب پایان کار که ساختمون تموم شد و میخواستن افتتاحش بکنن 104,000,000 دلار میگن پول خرج شده و خب یه تخمین خیلی خیلی اشتباهی بوده. نهمین حقیقت خیلی خیلی جالب در مورد خانه اپرا سیستم نور و روشنایی هستش که داخلش فعاله. باورتون میشه سالانه 15,500 تا لامپ رو تعویض میکنن تا نور کافی وجود داشته باشه. همونطور که گفتم خیلی خیلی عظمت داره این سازه و بزرگ هستش و خب نیاز داره به یک چنین تعدادی لامپ. بالاخره رسیدیم دهمین نکته، نکته که اول ویدیو بهش اشاره کردم. همونطور که گفتم یک معمار دانمارکی ایده یک چنین سازه ای رو داده و توضیحاتی که خود این معمار نوشته گفته که ایده ساخت چنین بنایی رو
موقع پوست کندن پرتقال به ذهنم رسید. نکته خیلی خیلی جالبیه و نشون میده یک جاهایی همین اتفاقات خیلی خیلی کوچیکی که در زندگیمون میفته میتونه تأثیرات خیلی خیلی بزرگی داشته باشه. این بود ده تا دانستنی خیلی خیلی جالب در مورد خانه اپرا توی کشور استرالیا. امیدوارم تا آخر تماشا کرده باشید و اینکه ازش لذت برده باشید. اگر اینطور هست لایک یادتون نره. اگر دوست دارید کلی دانستنی دیگه یاد بگیرید این پایین میتونید سابسکرایب بکنید، خانواده ما رو کوچولو بزرگتر و البته با عشق‌تر بکنید. این دو تا ویدیو رو از دست ندید، دو خیلی خیلی جالبی هستن و اینکه امیدوارم شه در زندگی خلاق پر از انرژی مثبت کلی حال خوب و عشق باشید. خدا نگهدارتون.